سلام، شب شما بخیر. به برنامه دیگه از روی خط خوش اومدید. تو مجلس داد نزن، حرف بزن. این شعار معترضان هرمزگانی خطاب به نمایندگان مجلسه. اعتراض به جدا شدن بخش از استان هرمزگان و الحاق اون به استان فارس. هرمزگانی ها معترضند و میگن هرمزگان نه یک وجب کمتر نه یک وجب بیشتر. اما این اعتراضات مدنی با برخورد شدید پلیس و نیروهای امنیتی همراه بوده. به نظر شما آیا حکومت در این گونه تصمیمات و تقسیمات باید از مردم نظرسنجی کنه یا نه؟ این تصمیمات به زندگی مردم چه تأثیری داره؟ در صورت راضی نبودن مردم و آغاز اعتراضات مدنی، برخورد نیروهای پلیس امنیتی با تجمع کنندگان چگونه باید باشه؟ به نظر شما خشونت نیروی پلیس و نیروهای امنیتی چه عواقبی به همراه خواهد داشت؟ من رویا ملکی و آرش سیگالچی منتظر شما هستیم تا صدای شما را از شماره تلفن 202-692-4360 بشنویم و با فیسبوک میتونید با من چت کنید، اسکایپ میتونید شما رو تصویری به روی خط بیاره و همینطور ایمیل روی خط منتظر گرفتن نظر شما و تلفن شماست برای اینکه ما با شما تماس بگیریم و اینستاگرام و توییتر روی خط رو هم یادتون نره دنبال کنید. به برنامه خودتون خوش اومدید. وقت بخیر در این سه شنبه. این برنامه روی خط به مسئله اعتراضات روزهای گذشته در هرمزگان اختصاص داره. بعد از اینکه دولت اعلام کرد بخشی از استان هرمزگان به استان فارس واگذار میشه، مردم در بندرعباس و برخی دیگر از شهرهای این استان تجمعات اعتراضی برگزار کردن. عمده حرفشون این بود که چرا بخشی از استان رو از هرمزگان جدا میکنید؟ اونم بخشی که حرف و حدیث روش زیاده. پارسیان یا همون گاوبندی در ساحل خلیج فارس قرار داره و خب مجاور اصلویه که به خاطر منابع زیرزمینیش معروفه. خلاصه اعتراض اونها شنیده نشد که هیچ. در روزهای گذشته گزارش هایی از برخورد امنیتی و انتظامی با این مردم معترض داده شده. اولین بار نیست که تغییرات مرزی استانی یا شهری در ایران محل مناقشه میشه. در این برنامه روی خط از شما میپرسیم به نظرتون مبدا این تغییرات چی باید باشه؟ نظر مردم یا مسئولان یا کارشناسی؟ حالا یه تصمیمی دولت گرفت و انجامش میده، مردم مخالفن، چه باید کرد؟ آیا این وسط پاسخ اعتراض مسالمت‌آمیز مردم باید خشونت و برخورد باشه؟ بیاید روی خط و نظر بدید. رویا، نظر این تصمیم و نظر دولت صدای خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو در آورد. اول منو قطع کنید، بعد هرمزگان رو. امروز نوبت استان فارسه، فردا کدوم استان؟ آقای رئیس جمهور، این تصمیم رو لغو کنید. اینها نوشته روی پلاکارد‌هایی هستش که در تجمع‌های اعتراضی مردم هرمزگان دیده میشه. عکس‌های اون رو میشه در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. اعتراضی که وارد هفته سوم شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی کمپین راه انداختن و نه به جدا شدن پارسیان گفتن. توییتری هم داشتن با هشتگ های هرمزگان، فارس، اعتراض و مجلس موضوع رو داغ نگه داشتن و توییت نمیشن. اما ما منتظر شنیدن نظر شما هستیم. خب رویا، اشاره کردی به این موضوع، نگاهی به نظر ببینیم اصلا چه اتفاقی افتاده و در واقع در اثر مرور زمان چه پیش اومده که حالا به محل اعتراض خیلی از شهروندان در بندرعباس منجر شده. نگاهی بندازیم به سیر تاریخی ماجرا. این پارسیان یا گاوبندی در واقع غرب هرمزگان هست رو نقشه میبینید. در دهه 50 غرب هرمزگان این منطقه و بوشهر از استان فارس جدا شدن، دسترسی فارس به دریا قطع شد. در دهه 70 در دولت هاشمی رفسنجانی مطرح شد که به نوعی استان فارس به خلیج فارس وصل بشه که مخالفت شد. در زمان دولت محمد خاتمی هم بار دیگه این مطرح شد که مثلا طرح الحاق اصلویه به شهرستان مهر فارس، اما اون هم رد شد. در دولت احمدی نژاد به نوعی تر دوباره مطرح شد، اسم گاوبندی تغییر کرد به پارسیان و خب این طرح رو که مطرح کردن اعتراض هایی صورت گرفت. یک نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که در زمان دولت آقای احمدی نژاد، آقای نعیم آبادی نماینده آیت الله خامنه‌ای در
این استان در استان هرمزگان روایتی رو تعریف میکنه. میگه من وقتی آقای احمدی نژاد اسم گاوبندی رو به پارکسیان تغییر داد شک کردم، بعد بهش گفتم، ایشون گفتش که شما هم اگه مخالفت کنی ما از بیت رهبری با ایشون باید برخورد کنی، و به نوعی یه جوری نشون داد که یک اراده ای برای این هست، تا اینکه این مصوبه اجرایی شد. یعنی عملا آقای رحمانی فضلی دستورش رو به معاون اول رئیس جمهور داد، و خب میدونیم واکنش ها زیاد بوده دیگه، به نوعی این واکنش ها منجر شد که تجمع دانشجویان دانشگاه هرمزگان باشه، بعدش تجمع در برابر صدا و سیما که چرا به اعتراضات ما توجه نمی کنی، شعارهایی هم دادن که همویش همکارم رویا گفت، از جمله اینکه از جاسک تا پارسیان هرمزگان هرمزگان، این شعارهایی بود که این مردم معترض میدن و خیلی های دیگه که شما بهش اشاره کرد. دقیقا این شعارهایی که بود که اعلام شد. ولی آرش، یکی از اعتراضی که کاربران شبکه های اجتماعی داشتن و کسانی که اونجا معترض بودن، چرا این هیچ واکنش هایی که داشتن توی رسانه های ایران زیاد پوشش داده نشده بود و خیلی بهش پرداخته نشده بود؟ این یکی از اعتراضایی بود که در حقیقت معترضان داشتن. خیلی جالب هستش که بعضیا به انگیزه این ماجرا میپردازن. من نگاه کردم ببینم مثلا انگیزه این ماجرا چیه، چون بعضیا میگن اینش چطور روسیه سابق میخواست به آب های خلیج فارس دست یابی داشته باشه، یه جوری میگفتن انگار فارس هم میخواد، در حالی که حالا فارس هم جزء ایران هستن، بحثی نیست. اما بین اظهارات مسئولین نکاتی رو پیدا کردم که با شما بینندگان به اشتراک بذارم. حسین صادق آبدین استاندار فارس و جعفر قادری نماینده شیراز از طرفدارای این طرحند. میگن تامین امنیت بیشتر دریای جنوب، تسریع در توسعه مناطق ساحلی جنوب، بالفعل کردن ظرفیت تجاری این نوار از کشور، با مسمى شدن نام خلیج فارس و افزایش معابر استراتژیک به دریاهای آزاد، رویا اینا از دلایلیه که تو صحبت‌های این مقام‌های طرفدار این مصوبه وجود داشت. به هر حال معترضان، یعنی کسانی که مخالفم هستن، دلایل دیگه‌ای دارن که در احتمالات زیاد در طول برنامه خواهیم گفت. اما من برمیگردم به نظر کاربران در شبکه اجتماعی فیسبوک. ابشی مرمان نوشته مسئولان استان فارس بهانه سرمایه‌گذاری و محرومیت زدایی در این منطقه به دنبال الحاق این بخش از شهرستان پارسیان به استان فارس هستند و اهداف آنان از این الحاق یک دستیابی به دریا برای تبادلات تجاری با کشورهای حوزه خلیج همیشگی فارس هستش، و به خصوص دبی، و گفته دستیابی به میدان بزرگ گازی که در این منطقه به تازگی کشف شده، که حجم این میدان گازی هم چند برابر میدان گازی عسلویه هستش به گفته افشین. و همینطور دلیل دیگه این الحاق این بخش از شهرستان پارسیان امتیازات و سرمایه گذاری های فراوانی هست شریک شهرستان استان فارس به نام لامرد فکر میکنم که در نزدیکی شهرستان پارسیان قرار داره و از نظر اقتصادی پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت، و گفته که همه منتظرن که این شهرستان زودتر به دریا دست پیدا کنه، و این در مجلس هم تصویب شده و رأی دادن و احتمال زیادی این اتفاق خواهد افتاد، و به همین علت که این الحاق بخش از این شهرستان اینقدر اعتراض ها به همراه داشته. خب بریم سراغ بیننده‌ای که روی خط هستن. طبیعتاً کسانی که از دو استان هرمزگان و فارس باشند نکات مهمتری رو میتونن بگن. البته خطای ما باز هست برای همه بینندگان عزیزی که میان روی خط و میخوان نظر بدن درباره بحث اعتراضات در هرمزگان. بریم به بندر عباس ببینیم سعید بیننده‌ای که روی خط هست نظرش چیه. سلام آرش، منم سلام گرم مردم جنوب رو خدمت تمام ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور میرسم و میخواستم نظرم تو برنامه عنوان کنم. ببینید، من حالا استان هرمزگان دارم تماس میگیرم. این قضیه الان ورد زبون تمام مردم همه جا تو همه محافل هستش، این قضیه که بخشی از شهرستان پارسیان کوشکناره که میخوان به استان فارس الحاق پیدا بکنه، در واقع نقل صحبت تمام محافل داخل شهر بندرعباس و تمام وابستش هستش. ببین، منتهی مرتب اول خود شما اول برنامه گفتی این تمامیت ارضی ایران که این بالاخره یک تقسیم داخل ایرانه. خب همین سعید، شما نه منم گفتم حالا همین به نظر شما خودت نظرت چیه؟ شما تو هرمزگان زندگی میکنه؟ نمیدونم هرمزگانی هستی یا نه. خب نظرت چیه؟ به نظرت باید پارسیان به فارس داده بشه یا نباید داده بشه؟ ببین، اگه یک بله و نه از من میخوای بگید، در کل این طرح هنوز انجام که نشده. از من بله و نه میخوای؟ نه، ابلاغ شده. خب طبیعتاً بر اساس رویه‌ای که از وقتی ابلاغ میشه کم کم اداره ها تغییر میکنن، انتقال صورت میگیره دیگه. من میخوام در واقع امشب بحث ما همینه، میخوام ببینیم که به نظرتون باید این تغییر صورت بگیره نگیره، نظر مردم چه جایگاهی داره و چه باید کرد برای این مسئله.
آره درست میگه. ببین مثلا خب کل مردم به صورت نماینده هایی دارن، حالا چه در شورا و چه در مجلس و چه در محلات و بخشداری ها و دهداری ها، اینا همه نمایندگان مردم هستن. ببین الان شما خودتون هم میتونید پیگیری بکنید بر اساس سایت خبری که الان 30 تا از شورای روستایی شهرستان پارسیان خب نامه دادن، خواستن که دولت قوه مجریه تجدید نظر بکنه راجع به این طرح. خب ببین من خودم به عنوان یک شهروند هرمزگانی و بندرعباس، اگه از من یه بله و نه بخوای اینجا چون برنامه اعلام بکنم، این موجب اختلاف و موجب تفرقه است. یعنی هیچ وقت از بیننده‌ات نخوا که بله و نه بگه، چون اگه اینطوری بخوای یعنی که میخوای اختلاف و تفرقه بگه. نه اصلا چنین قصدی نیست سعید عزیز، اصلا چنین بحثی نیست. تنها ما میخوایم ببینیم این بحث به وجود بیاد. اگر من میپرسم برای اینکه میخوام موضع مشخص داشته باشیم، نمیشه که آدم با این قضیه هم موافق باشه هم مخالف باشه. سعید عزیز اصلا مزیت ها داره، معایب هم داره. ازت تشکر میکنم سعید، اجازه بده که به سایر بیننده هم فرصت برسه این دیالوگ فقط بین من و شما نباشه، دوستان دیگر هم چه از هرمزگان چه از فارس چه از هر جای ایران یا سراسر دنیا بیان تو بحث شرکت کنن. مرسی. آرش، همونطور که گفتم یک کمپینی را افتاده نه به تجزیه پارسیان، که ادمین این صفحه برای ما در صفحه فیسبوک روی خط کامنت گذاشته، گفته در حال حاضر استان هرمزگان از طریق شهرستان پارسیان هم جوار پارس جنوبی استان بوشهر هستش که با الحاق این پنج روستای مرزی به فارس، استان فارس هم جوار استان بوشهر خواهد شد و امتیاز هم جواری هرمزگان با پارس جنوبی از دست خواهد رفت. پارسیان از امتیاز به کارگیری نیروهای بومی و تخصصی اعتبارات عمرانی از طریق پارس جنوبی محروم خواهد شد. ادمین این صفحه نوشته که علاوه بر این طرح آثار مخربی بر محیط زیست خواهد داشت. گفته از آنجایی که با تصویب شدن این طرح بستر تاسیس بندر آزاد و منطقه ویژه اقتصادی فراهم شود، لذا با خاکبرداری و خاکریزی وسیع این منطقه موجب تخریب سواحل زیبای شهرستان پارسیان میشه. هرچند با روی کار آمدن این منطقه اقتصادی هیچ گونه تضمینی مبنی بر تخصیص امتیاز همجواری به مردم شهرستان پارسیان داده نمیشه. ممنونم ازت رویا. اما خب از بندرعباس بیننده داشتیم، بریم به شیراز ببینیم محمد نظرش چیه. محمد نظرت چیه درباره جدایی بخشی از استان هرمزگان، اون بحث بخشی از پارسیان و اضافه شدنش به استان فارس، در واقع استانی که شما درش زندگی میکنید؟ من اول سلام عرض میکنم همه فارسی زبان های برنامه‌تون. من به نظر میرسه که محمد صدات کیفیت لازم رو نداره. نمیدونم همکاران من امکانش رو دارن که دوباره محمد رو بگیرند که از شیراز اومده. لطفا دوباره بگیرید که محمد با کیفیت صدای بهتری بتونیم در خدمتش باشیم و نظرش رو حتما بشنویم. بیننده های دیگری هم روی خط هستند، خانم فرهناز از کیش و سایر بینندگان که حتما در طول برنامه سعی میکنیم از اونها، از نظر اونها استفاده کنیم. برنامه امشب روی خط بیشتر بحثش درباره دیدگاه شماست، درباره آنچه در هرمزگان اتفاق افتاده، مصوبه ای که از زمان دولت محمود احمدی نژاد بود و با ابلاغ دولت‌های روحانی عملاً موجب شده که برخی از شهروندان هرمزگانی معترض بشن به این که بخشی از بخش پارسیان در غرب استان هرمزگان به استان فارس الحاق بشه. میتونید بیاید روی خط و نظر بدید. رویا، من میخوام براتون نظر فرید رو بخونم. گفته اگه نظر مردم رو هم میپرسن همین کار خودشون رو انجام میدادن. گفته چه فرقی داره نظر مردم واسه شون؟ هیچ اهمیتی نداره. و همطور پوریا گفته چه فرقی میکنه، همه جای ایران سرای من است، چه فرقی داره که از کجا بردارم و به کجا بذارم. و همینطور هرمز گفته طبق ضوابط تقسیمات کشوری روستایی هر بخش باید کمترین فاصله رو تو مرکز بخش داشته باشه. فاصله اولین روستای مورد نظر با شهرستان پارسیان کمتر از 30 کیلومتر، در حالی که فاصله آن با شهرستان لامرد بیش از 100 کیلومتر و اجرای این طرح نقض قانون و ضوابط مصوبه های تقسیم کشوری است. بسیار خوب. خب ما برخواهیم گشت با محمد و سایر بینندگان بحث و ادامه میدیم. پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
خب تصاویر بوده از آنچه این روزها در هرمزگان اتفاق افتاد با انتخاب خوب همکارانمون با موسیقی که مختص به اون منطقه از کشور رویا. خب این روزها اعتراضاتی بود، عکساشو دیدیم، گزارشاشو دیدیم، حالا فیلمایی هم توی برنامه پخش میشه از اینکه به هر حال مردم معترض شدن به این قضیه و به این تصمیم، خواستار بازنگری شدن و اعلام کردن که باید عملا دولت آقای روحانی تجدید نظر بکنه در این تصمیم. واکنش‌های مردمی بیشتر حضور تو خیابون بود، پلاکارد‌هایی که دستشون داشتن، پرده‌هایی که اعتراض خودشون رو بیان می‌کردن، اما خب از طرف دیگه مسئولین هم اعتراضی داشتن، دیدگاه‌های خودشون رو می‌گفتن. ما به دو دیدگاه می‌خوایم نگاه کنیم. اول بریم سراغ یکی از نمایندگان هرمزگان، هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم میناب، رودان، جاس، سیرک و بشاگرد. گفته انتظار 5 روزه از هرمزگان کاری کارشناسی بود روحانی مصوبه دولت احمدی نژاد را لغو کند، پیشنهاد کرده به رئیس جمهوری ایران که این رو لغو کند. در این حال 180 نماینده مجلس در بخش بعد نامه نوشتن و از در واقع از رئیس جمهوری ایران خواستار شدند که این جدایی این چند روزا رو که عملا باعث اعتراض شده عملا این مصوبه رو لغو کنه. اما اون طرف ماجرا هم جالبه. جعفر قادری همونطوری که ابتدای برنامه اشاره کردم از نمایندگان شیراز از جمله طرفدارای خیلی پروپاگاندا این طرحه، گفته که هرمزگان 5 نماینده داره ولی فارس 18 نماینده داره. یه جوری تهدید کرده، گفته ما بنا نداریم کار با جفسازی و شلوغی پیش بره، وگرنه مطمئن باشید که اگر این تعلق بشه نمایندگان فارس کم نمیارن. رویا یه جورایی خط و خط کشی شده دیگه، یعنی گفته که شما تعدادتون کمتر، ما اگه لازم باشه باز لابی میکنیم و این مصوبه رو یه جوری میکشیمش جلو. این انگار درگیری‌ها به مجلس هم رسیده، به غیر از اینکه اعتراضات خیابانی هستش اعتراضات در مجلس هم هستش. به هر حال درگیری بین نماینده‌ها و در حقیقت کلیکل نماینده‌ها سر تعداد نماینده‌ها که آیا میتونن اعتراض کنن یا نمیتونن اعتراض کنن. مینو نوشته که همه طرح‌ها و نقشه‌هایشان غیر اصولی هستش و گفته که هر طرحی رو که اجرا میکنن بدتر باعث به هم ریختن نظم در قسمت دیگه میشه. و همطور سیما گفته هیچ کجای این طرح رنگ و بوی منفعت و برای مردم بی‌ادعا و بی‌توقع هرمزگان رو نداره و پر واضحه که پشت صحنه اهداف سودجویانه عده‌ای دیگه دنبال میشه. گفته اگر این طرح برای خود مردم بود بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات مردم رو هم در نظر می‌گرفتن. اما به غیر از صفحه فیسبوک ما، همونطور که اول برنامه اعلام میکنم، ایمیل ما هم فعال هستش. موسا یکی از کاربرانی هستش که در ایمیل برامو زده و تعدادی عکس فرستاده و همینطور از طریق اسکایپ، یعنی همه مسیرهای ارتباطی به ما رو استفاده کرده موسا، و از طریق اسکایپ هم برای ما پیغامی گذاشته از شهر پارسیان. با هم بشنویم. من به عنوان یک شهروند پارسیانی میخوام اعلام کنم که متاسفانه الحاق بخشایی از شهرستان پارسیان به استان فارس که به وسعت 100 کیلومتر مربع هست فقط و فقط از طریق لابیگری حاصل شده و آقای احمدی نژاد در آخرین روزهای مسئولیتش مثل بسیاری از طرح‌هایی که بدون کار کارشناسی تصویب شده این طرح رو نیز تصویب کردند. اجرای این طرح منجر به مشکلات زیادی میشه، از جمله دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی بین مردم هرمزگان و فارس، انحصاری شدن بخش الحاق شده در دست عده‌ای خاص که حتی خود مردم استان فارس نیز از آن ناراضی هستند، افزایش زیان‌های زیست محیطی ناشی از رشد بی‌رویه کارخانه‌ها و صنایع نفت و گاز و همچنین به غارت بردن منابع شهرستان پارسیان بدون دادن کوچکترین امتیازی به مردم بومی هستش. ما مردم پارسیان از طریق نامه، تومار و اعتراضات دست جمعی مخالفتمون رو با این طرح اعلام کردیم و خوشبختانه موفق شدیم اجرای طرح رو متوقف کنیم و از دولت تدبیر و امید خواهشمندیم کل این مصوبه رو همانند بسیاری از مصوبه های دیگر دولت احمدی نژاد رو که باطل کردن، این مصوبه رو هم باطل کنند تا از پیامدهای فاجعه بار آن جلوگیری بشه. صدای موسا بود همراه عکس هایی که برای ما ایمیل کرده بود و خواسته مردم پارسیان برای لغو این تصمیم دولت که خب همراه شما اونا رو دیدیم. اما سعید گفته اجرای این طرح فقط منافع عده خاص رو دنبال میکنه و موجب میشه که این عده به خواست خودشون برسن و اگر منافع ملی مد نظر بود، از نظر سعید میگه همین الان هم بستر آن جهت تجارت کردن منطقه و اشتغال مردم بدون مرزبندی جغرافیایی مهیا هستش و آماده و مردم میتونن در این شرکت کنن. خب محمد بیننده یکی از شیراز روی خط ما بود، ارتباط ما برقرار شد دوباره باهاش. محمد نظر شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم آقای سیگارچی به همه، به شما و همه بینندگانتون. آقای سیگارچی، به نظر من اینجوری، یعنی به نظر میرسه که این تر میتونه اتفاقا مثبت بشه. ببینید، استان هرمزگان با توجه به دسترسی که خب به خلیج فارس داره، همچنین مناطق آزادی که داره، مناطق آزاد تجاری که داره، مثل کیش، مثل لاوان، مثل قش، مثل ابو موسا، این خب یه استان غنیه. اما باید توجه داشت، حالا نظر من اینه که باید توجه داشت که مناطقی مثل کوشکنار، مثل از چه همون تیکه از پارسی ها، حتی خود شهرستان پارسی ها و روستاهای اطرافش چندان وضعیت جالبی نسبت به بقیه مناطق، مثلا مناطق آزاد، نداره. و خب این طرح به نظر من میتونه که هم باعث آبادانی این بخش بشه از هرمزگان که اینجا کمک میکنه، و هم رابطه بین، یعنی رابطه صمیمانه که بین این دو تا استان همسایه، استان فارس و هرمزگان هست، خب همین محمد، نکته ای که گفتی نکته مهمیه. خب خیلی تو شیراز اینو مطرح کردن، ولی سوال اینه که خب اگر قرار آبادانی باشه، خب بودجه مملکت هست، بعد خود استان فارس یه مناطقی داره که هنوز آباد نیستن، خب چرا این به اون اختصاص داده نشه؟ ببینید، بالاخره یه بودجه مشخصی داره هم استان هرمزگان، استانداری استان هرمزگان، هم استانداری استان فارس. وقتی استان فارس میتونه گسترش بده درآمد خودش رو، کسب درآمد خودش رو، به جای اینکه از پول نفت استفاده بکنه، خب از این طریق بهتر میشه در واقع کار دنبال کنه. ولی من میگم نمیدونم چرا اکثر نماینده های مجلس مخالفت کردن با این طرز، مخصوصا اسم بدی هم روی طرز گذاشتن، اینکه نمیدونم تجزیه طلبی باشه یا نمیدونم اختلاف بین ارکه، اختلاف بین نماینده ها، اختلاف بین مردم. در نهایت همه اون میدونیم هر چی که تصمیم نهایی بشه، تصمیم اجماع مثلا مجلس بشه، تصمیمی که به نفع مردم هم هست. ولی خب من خودم راستش موافقم، ولی به نظر میرسه که این طرح نهایی نشه و به نتیجه نرسه. حالا یه سوال دارم ازت، حالا اگر طرحی تصویب شد، اعلام شد، بعد مردم مخالفت بکنن، مثلا این چیزی که الان تو بندرعباس اینا اتفاق افتاده، به نظرت حکومت باید چیکار کنه؟ والا بستگی داره، بستگی داره که حالا این چیز که شما میگین بستگی به نوع اعتراضات داره. چون من گاهی وقت جنوبم رفت آمد میکنم و بالاخره یه سری گروه های تجدید طلب هستن، یه وقت میگه اونا هم میخوان فعالیت کنن، مثل خلق عرب، مثلا پیش باز، یه وقت اینا هستن، خب طبیعتا باشون برخورد میکنه هر جای دنیا هم تو هر کشور. ولی آخه این مردمی که من عکساشو دیدیم، فیلماشو دیدیم، بعید میدونم این چیزی باشه که شما میگی. موافقم، اینا مردم هم و چقدر آزادانه حرفشون زدن و نماینده مجلس هم همه ازشون دفاع کردن. بله، این خب این نکته مثبته و من فکر نمی کنم که با این همه 186 تا، اگه اشتباه نکنم شما خودتون گفتید 180 تا، آره مخالف بره. بعید میدونم، هر کی که من موافقم، ولی خب بالاخره کارشناسان مجلس و نماینده مجلس مخالف. متشکرم از محمد از شیراز که آمد روی خط نظر شد. و فرزاد کاربری هستش که نوشته بزرگترین اشتباه تصمیم گیرندگان اجرای طرح جداسازی پارسیان و الحاق بخشی از هرمزگان به استان فارس شاید نادیده گرفتن تفاوت بافت فرهنگی و قومی این منطقه هستش. این تصمیم به نوعی تحریک شدید احساسات قومی و محلی رو موجب میشه از نظر فرزاد، و همینطور گفته در شرایط فعلی با این تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی که گرفته شده به سختی موفق خواهد شد که حتی با توجیهات فراهم شده رشد و رونق اقتصادی در آینده برای مجاب کردن ساکنین بومی هم فرصتی اختصاص بده تا لااقل هزینه کمتری رو بر روی دست حکومت بگذاره. خب فرهاد از میناب، دیگر بیننده ای که روی خط اسکایپ ماست، ایشون هم از هرمزگان هست، فرهاد رو نظرش رو بشنویم ببینیم فرهاد چه فکر میکنه. سلام آقای سیگارچی، حال شما؟ خواهش میکنم بفهمید. تو خوبه؟ سلام، شب بخیر میخوام. آقای سیگارچی، من با نظر محمد کاملا موافقم. این میتونه در وهله اول به نفع مردم بومی شهرستان پارسیان باشه و شهرستان پارسیان به عنوان تنها بندر استان فارس با توسعه بنادر و کشتیرانی اون میتونه کمک شایان و کمک خوبی رو به مردم اون کشور، به مردم اون شهرستان بکنه، و از طرفی به مردم بندرعباس حق ندارن بلند شن اعتراض کنن به این قضیه که چرا مثلا شهرستان پارسیان جدا شده. چرا حق ندارن؟ تو ده سال تو نه، ببینید اینجا بندرعباس شهرستان یه شهر جداست، پارسیان شهر جداست. این من میگم در وهله اول فقط
فقط فقط این میتونه کمک کنه به مردمون، مردم اونجا میتونه کمک زیادی کنه. ما خودمون کار کسب و کارمون تو درگانه، زمان 10 سال قبل که ما رفتیم درگان هیچ آب و آبادی اونجا نبود، منتها وقتی مردم رفتن اونجا کسب و کار رونق گرفت، الان زمین اونجا گرون شده، کشتیران اونجا رونق گرفته. بله، از برکت اون که همه مردم رفتن اونجا سرمایه‌گذاری کردن همچین اتفاق افتاد. الان بندر پارسیان به عنوان تنها بندر استان فارس، تنها بندر استان فارس، اگر استان فارس زوم کنه روی همون بندر، همون شهر سرمایه گذاری کنه، زمین اون منطقه گرون میشه، برای مردم اون شهر اشتغال ایجاد میشه و برای مردم اون شهر میتونه خوب باشه. حالا من زیاد نمیخوام بحث کنم، ممنونم از فرهاد که از مینا با آمد روی خط. به هر حال فرهاد هم از هرمزگان هست، در مجاورت شهر بندر عباس نظرش رو بیان کرد. امیدوارم بیننده های دیگه هم بیان روی خط. حالا بعد بخش بعد بیشتر به بیننده بیرون از ایران هم مراجعه میکنیم ببینیم نظر اونها چه. سویا، اما آرش، توی توییتر هشتگ هایی مثل هرمزگان، فارس، مجلس و تعداد زیادی دیگه هشتگ که به بحث این تصمیم دولت پرداختن. سانا سویت کرده که تصمیمات آخر احمدی نژاد مثل خرابکاری های هولهولکی میمونه، گفته دیگه شهر وام 3 میلیاردی نیستش که بندازی پشت قواله. همینطور رو گفته الان تهران به هیچ دریایی راه نداره، خب که چی دلیل میشه بریم استان های مجاور رو هم اشغال کنیم. و همینطور کاربنی به نام آشی که گفته حالا هر چقدرم دلیل این کار منطقی باشه تا کی میخوایم هر جا تظاهرات بگیرن و بزنن. اشاره داشته آرش به اعتراضات مردمی و همینطور برخورد تند نیروی انتظامی و پلیس که گویا درگیری هم شده بوده، تیراندازی هم شده بوده، که البته در چند تا وبلاگ من خوندم و خبر رسمیش رو جایی ثابت ندیدم، در گفته خود مردم پارسیان این بود. خب بریم به کیش. باز هم در همون حول و حوالی خانم فرهناز بیننده دیگری است که روی خط هست، بشنویم نظر شما رو خانم فرهناز. درود شما بخیر. من متاسفانه ارتباط صدای ما با خانم فرهناز در کیش خوب نیست، اون منطقه انگار هنوز آنتنده یه موبایل مشکل داره. به هر حال بینندگان دیگری رو خط هستن، بریم به قطر آن سوی خلیج فارس و ببینیم ابراهیم نظرش چیه. بفرمایید. سلام علیکم. خواهش میکنم. شب شما بخیر باشه. اینجا که روزه، شب شما بخیر باشه. سلامت باشی. خوشحالتون بخیر باشه. آقای عزیز، ایران همه ایرانه. مگر اگر اسم رابندی بکنن پارسیان چه سودی برای این مردم داره که اسم تاریخی رو عوض میکنن؟ آیا اگر بخواد مثلا از اهالی استان فارس برن پارسیان نمیذارن جلوشون بکنن اون کشور دیگریه؟ اگر بخوان آباد بکنن همین استان فارس آباد کنن، خود فقط یک کشوریه. اگر راست میگن چهار تا آب شیرین کن بذارن تو جنوب تا جنوب گلستون بشه، کشورهایی که آب شیرین کن ندارن هزینه بالایی داره گاز میخواد، ما خودمون گاز داریم. چهار تا آب شیرین کن بزنم مثل قطر بزنم که همه فار همه جا هم بندر عباسش هم پارسیانش هم گاوندیش تمام جنوب آباد میشه. ابراهیم، برای جنوب چه سودی داشته؟ ابراهیم، محمد از فارس معتقد بود که اگر این جزء فارس بشه شاید باعث توسعهش بشه، یعنی شما باش مخالفی؟ نه خیر، اگر فارس بود خود دیگه باید اصل و اینا آنه دیگه مردمونش تو خریص نخشن، سودی نداره، سودش برای دیگرونه. متشکرم. سودی داشت هر چی نفت و گاز که باشه هر چیزی باشه میبرن، اگر یه سند که قرار شده بدن به اون مناطق ندن. اگر ناره چه ما خواهر بندر عباس بشه چه ما رو مخواه فارس بشه، اگر فارس بخوان برن اینجا تجارت کنن نمیذارن چه میگذارن؟ کسی که جلوگیرشون اینا همش باعثه که مردم میفتن همون دو دستگی. اصلا اونا یه قومیتی هستن، عادات و تقالیدشون مثل همه ما فارسی ها مثل همه هستیم. یه اگه میگن آقا خبری بله، اونا خواه
خوندنشون، رفتارشون، کردارشون، همشون این سواحل مثل همه. ممنونم از آقای ابراهیم که از قطر آمد روی خط، دیدگاه خودش رو با من و بینندگان به اشتراک گذاشت. بیننده برنامه روی خط هستید با بحث در واقع اعتراضات به جدایی که مصوبه دولت هست برای قسمت‌های از شرق هرمز، غرب هرمزگان و الحاقش به استان فارس. یه تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم بحث رو با شما عزیزان ادامه دیم. بعد نیست حالا که این بحث پیش اومد نگاهی کنیم ببینیم این در واقع دیوان سالاری که اتفاق افتاده، این سیستم تقسیم بندی در ایران بر عهده کیه و کی این کار رو انجام میده. خب بینندگان عزیز، میخوایم یه نگاهی داشته باشیم به این سازوکار و چرا اینکه این تصمیم گرفته شده، چه نهادی است. تو سایت وزارت کشور که اگر مراجعه کنید، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، یه بخشی هست که مربوط به تقسیمات کشوری اهدافش رو نوشته و جایگاه تقسیمات کشوری در ایران و قبل از انقلاب این نهاد به کجا وابسته بود. در واقع معاونت برنامه‌ریزی در وزارت کشور، سازمان برنامه بودجه بود، بعد از انقلاب تو تقسیمات کشوری تبدیل شد، باز تو همون برنامه بودجه بود، ولی بعد در زمان اکبر هاشمی رفسنجانی رفت به وزارت کشور، جزء مجموعه سیاسی قرار گرفت و الان هم جزء معاونت سیاسی وزارت کشور هست و در اون در واقع تصمیم گیری میکنن ببینن که یک استان و یک شهرستان یا تقسیمات کشوری چگونه باید صورت بگیره. من یه مقدار کامپیوترم سرعتش کم شده، اما خب مشکلش حل شد. اما وظیفه تقسیمات کشوری در ایران چیه؟ برقراری نظم مطلوب تقسیمات، تهیه و تدوین لوایح و تصویب نام‌ها در امور تقسیمات کشوری، بررسی در امر نامگذاری و تغییر اجزای واحدهای تقسیمات کشوری، مطالعه و بررسی امور فنی نقشه‌های مربوطه و جمع‌آوری و نگهداری اسناد و مدارک نقشه‌ها. روند تصمیم‌گیری هم اینطوریه که در واقع پیشنهادش این گرافیک، میکنم گرافیک دیروز ماست، این اشکال داره، اگه میشه همکاران بعدی رو نشون بدن که خب روند، من بدونه که به اونها رجوع کنم میگم روند تصمیم گیری در تقسیمات وزارت کشور اینجوریه که پیشنهاد ابتدا داده میشه، یعنی از سوی مردم، حالا شوراهای اسلامی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و جماعات و گروه‌های سیاسی پیشنهاد داده میشه، بعد تو استانداری ها تصویب میشه. بعد اینکه در استانداری ها تصویب شد به وزارت کشور فرستاده میشه، وزارت کشور هم یه بررسی میکنه، به امضای وزیر کشور میرسونه و بعد معمولا مصوبه هیئت دولت رو میخواد و گاهی اوقات در مورد برخی استان ها مصوبه مجلس رو میخواد. روند که انجام شد، این پروسه که انجام بشه، رویا در واقع تصمیم نهایی میشه، ابلاغ میشه به عنوان یک مصوبه دولتی و دستور و لازم الاجرا میشه، ابتدا اعلام میشه و بعد از اون کارهای اداریش، انتقال مثلا اداره ها و اینها صورت میگیره که تازه ترین موردش در مورد استان البرز بود. آرش به همین اشاره کردی، اما این قصه جدیدی نیست تقسیمات کشوری و اینکه مرزها رو تعیین کردن. روزنامه بهار چند روز گذشته مطلبی رو نوشته بود در مورد همین اعتراضها و ادامه اعتراض هرمزگانی ها رو بهش اشاره کرده بود و یه تاریخ کوچولو داده بود که من بخش از این روزنامه رو انتخاب کردم برای شما میخونم. نوشته از سال 1285 تا کنون چندین و چند بار مرزبندی داخلی کشور دستخوش تغییرات مکرر و مختلف قرار گرفته. گفته تا ما شاهد شکل امروزی استانهای کشور ما باشیم، تقسیماتی که بر اساس معیارهای همچون پارامترهای تراکم جمعیت، شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی صورت می‌گیره. این روزنامه گفته خب به هر حال یکی از این پر سر و صدا ترینشون و جنجالی ترینشون این بوده. گفته مصوبه الحاق بخش غربی استان هرمزگان به استان فارس یکی از جنجال‌های اخیر تقسیمات کشوری هستش که همچنان در کش و قوس جدال طرفین همسایه ادامه داره. خب بریم سراغ بینندگانی که روی خط هستن. از بلژیک جواد روی خط ماست، نظر شما رو بشنویم.
بلژیک جواد رو داریم. شما عزیزان خواهش میکنم. به نظر من این قضیه تجزیه اراضی و تفکیک برمیگرده به همون چی قدرت و اقتدار قومیت ها رو میخواد، در واقع میخواد اینا رو تفکیک و کاهش بده از طرف حکومت. بله ممنونم آقای جواد. دیدگاه دیگه ای دارید که بخواید بیان کنید؟ دیدگاه خاصی ندارم. این میشه مثالای زد که از قومیت های مثل عرب زدایی، کرد زدایی و جدیدن هم که تر خاوری زدایی شروع شده. بله متشکرم از آقای جواد که از بلژیک روی خط اسکایپ ما اومدن نظر خودشون رو بیان کرد. آرش همچنان اما اعتراض ها ادامه داره و همچنان توییتر داره خبرها رو میده که اعتراض ها ادامه داره، وارد هفته سوم شده. اما یکی از بیننده های دیگه ما به نام امیر برای ما ایمیل زده و فیلم برداری کرده از اعتراضاتی که همچنان گویا ادامه داره. میخوایم بخشش رو با هم ببینیم. جنبش ما آرام است، حامی فارسیان است. جنبش ما آرام است، حامی فارسیان است. جنبش ما آرام است، هر بزرگان فارسیان ما با هم میمانیم. هر بزرگان فارسیان ما با هم میمانیم. هر بزرگان فارسیان ما با هم میمانیم. چه شیعه چه سنی، حافظ پارسیانی یکی از شعارهایی بود که تظاهر کنندگان و معترضان به جداسازی پارسیان داشتن اعلام میکردن. این هم فیلمی بود که یکی از بینندگان ما برای ما ارسال کرده بود. شما هم میتونید اگر فیلمی دارید نسبت به موضوعات روز برنامه برای ما بفرستید، ما به نام خود شما نشون میدیم. خب فرهناز بیننده‌ای که از کیش ارتباطمون قطع شد دوباره روی خط هست. خانم فرهناز دیدگاه شما رو بشنویم تا ارتباطمون قطع نشده. درود شما، وقت شما بخیر. من هم مثل بقیه مردم، مثل همه مردم هرمزگان با این طرح مخالفم، همینطور که روزنامه و جرایده هرمزگان هم با این طرح مخالفت کردن. اما به نظرم نکته مثبت که در کنار این اعتراضات مردمی اونم در نهایت آزادی شکل گرفت، این حمایت 186 نماینده مجلس از مردم هرمزگان اعتراضاتشون و همچنین اینکه اونها هم با این طرح مخالفت و احتمال اینکه این طرح اجرا نشه زیاده. به نظر من با این اجرا شدن این طرح استان هرمزگان به حاشیه میره. مهم اینه که مردم تونستن اعتراضات خودشون رو آزادانه مطرح کنن. خانم فرهناز، خانم فرهناز، فرهاد که اومده بود از میناب روی خط ما، به هر حال در یعنی هم استانی حساب میشه دیگه، فرهاد میگفتش که اگر معتقد بود اگر پارسیان به فارس تعلق بگیره خیلی بهتر میشه، به خاطر اینکه فارس میتونه توش سرمایه گذاری کنه و تنها بندرش بشه، موجب توسعه اونجا میشه. نظر شما چیه؟ ببینید من نظرم اینه که گفتم کلا با این طرح مخالفم و به نظرم از این طریق استان هرمزگان به حاشیه میره، چون که بالاخره خدمتی از استان هرمزگان از دست میره و من مخالفم با این. ممنونم خانم فرهناز که از کیش آمدی روی خط نظرتو بیان کرد. محمد گفته هرچند مخالف طرح‌های عمرانی و آبادانی کشور نیستم، ولی فکر می‌کنم به حساسیت خاص به بخش لامرد وجود داره و اگر قرار هست توسعه‌ای اتفاق بیفته، بخش پارسیان از نقاط جغرافیایی کشور دیگه که نیست. این کاربر گفته اگر قرار استان فارس توسعه پیدا کنه، مگه نمیشه از یک ناحیه در استان دیگه استفاده کرد؟ سوال کرده چرا باید دولت یا مجلس حساسیت مردم رو برانگیخته کنه؟ همچنین گفته سالها مردم با آرامه زندگی کردن، چرا باید با طرح‌های بدون مطالعه و حساسیت زا فقط مردم رو زیر فشار قرار بدن؟ گفته هویت مردم رو نمیشه بازی گرفت به اسم توسعه و
گفته مگر با هرمزگان چه کردن که حالا نوبت فارس رسیده. خب یونس بریم به پایتخت ایران. یونس از تهران روی خط ماست. یونس شما چی فکر میکنید؟ بچه چی شد؟ آقای یونس داری من رو میشنوید؟ بله بفهمید خواهش میکنم. سلام آقای سیگوچال شما خوبه؟ استعداد میکنم نظرتون رو بفهمید. جناب من والا حقیقتش موندم یه مقدار داره به شعور مردم انگار توهین میشه. ما اصل و نسبمون گرجستانی هستش، تو منطقه هم میشینیم که مسیحی نشینن. بله. بعد دامادمون مادر بزرگش روس بوده، بعد پدرش آذربایجانی بوده شوروی. اما واقعا ما الان خودمون عاشق ایران هستیم. اما این که میبینیم مثلا این همه دامن میزنن به استان فارس یا هرمزگان یا اینجور مراکزی که مثلا این شهر باید انگار داره در رژه به یک کشور دیگه صحبت میکنن، استان فارس یا استان هرمزگان باید قابل رفت آمد نیستن، جوری صحبت میکنن یا دنبال تجزیه هستن، از زبون ایراد میگیرن، از نمیدونم الان یه رادیوی هم هست، تلویزیونی هم هستش تو انگلستان، رادیو فرانسه، همش حرف از قومی‌گری، اختلاف قومیتی. بابا یه چهار تا شوخی میکردن قدیما در مورد قومیت ها که اونم کار همون بین حالا یونس نکته ای که هست اینه که در واقع این یه مصوبه رو دولت ابلاغ کرده که خب یه بخشی از هرمزگان جدا میشه به فارس داده میشه. خب این مخالفت هایی رو به همراه داشته، یه عده موافقن یه عده مخالف. شما چی فکر میکنید؟ یعنی نظرت چی اصلا؟ یعنی به نظر این بحث منتفیه یا به هر حال اعتراض اونها وارده؟ من احساس میکنم یه سری ها انگار تو ایران به صورت آمدانه یا غیر آمدانه نمیدونم، ولی انگار داره با همین شبکه ها همکاری میکنن. اصلا نباید اینجور بسر دامن بذارن و اینجور جوری صحبت میکنن. این مشکل به ورزشگاه هم کشیده شده، وقتی یه دفعه میرن آذربایجان حرف از خلیج عربی میزنن. آخه ببینید چه یونس حرف از خلیج عربی زدن. بذار من یه سوال بپرسم شاید یه مقدار بحثمون مشخص تر بشه. ببین حالا من متوجه شدم که هی شما دارید تاکید میکنید یه جورایی که در واقع شاید دیگران از بیرون از ایران دنبال این ماجرا، ولی واقعیت اینه که همین مسئله هرمزگان مثال خوبیه. تا 4-5 روز اول هیچ کدوم از رسانه‌ها اصلا نه توجهشون بهش جلب شد نه خبرها اومده بود، و اتفاقا یکی از اعتراضات خود همونایی که معترض بودن در بندرعباس عکساش هم دیدیم، رفتن جلوی صدا و سیما، نرفتن جلوی دفتر. خب بحثشون بود که ما یه خواسته داریم به عنوان مردم و این خواسته رو بیان کردیم، انتظار داریم حکومت بشنوه، رسانه‌های داخلی بهش بپردازن، اما خب عملا صدا و سیما بهش نپرداخت یا رسانه‌های دیگه. بنابراین این بحث منتفیه که مثلا از بیرون کسایی دارن اینو دنبال میکنن، مردم هم که تصویرشون رو میبینیم مردم عادی هستن ظاهرا. نه من جسارت نکردم، خدای نکرده به هیچ، فقط میبینم خیلی برنامه در رابطه با قومیت ها و زبان ها و نمیدونم عشایر اینجور چیزا، این که باید البته هویت خیلی مهمه، من قبول دارم ما کما اینکه ایرانی هستیم، هرچند قسمت منطقه ما هویت گرجستانی ما هنوز هویت خودمون رو حفظ کردیم، اما از 200 سال پیش از همون عهدنامه‌ای که منعقد شد 50,000 تا 100,000 نفر گرجستانی وارد ایران شد، در ارمنستانی هم همینجور. ولی خدمتی میخواستم موضوع خیلی فراتر بگم. در حالی که جهان ما داره در واز دهکده جهانی میذاریم، همه کشورها مثلا اتحادیه اروپا تشکیل شده، همه داره با هم متصل میشن، ما داره حرف از منفصل شدن میذاریم. میدونید منظورم چیه؟ من جسارت نکردم به جوری. خیلی دیگه داره بها میدیم به اینکه بابا واقعا من یه لور صحبت میکنه زبونش رو میفهمم، یه کد حتی میتونه زبونی فارس رو کامل کنه، چون خیلی واژهای عربی تو زبون فارسی زیاده. همین فارس خلیج فارس رو باید بگن خلیج پارس. چون فعلا میتونستن عربا نمیدونن به قول معروف پی بگم، فی گفتن افتادی زن ما خلیج فارس، یا پیل که فیل میشه. ممنونم و جم همینجور و خیلی از حروف های دیگه. از یونس عزیز تشکر میکنم که از تهران آمد روی خط و تو بحث ما شرکت کرد. و یا من میخوام وبلاگ بخونم از محمد تاجی که در وبلاگش به نام تاغون
تاقون کوه با نگاهی به جدایی 4 روستا مطلبی نوشته تحت عنوان تغییرات در تقسیمات کشوری و اعمال نفوذ سیاسی در وزارت کشور. نوشته تقسیمات کشوری در هر مملکتی با انگیزه اداره بهتر جامعه و خدمات رسانی بهتر و مناسب تر به مردم صورت میگیره، اگرچه این هدف در کشور ما هم اسمن در قانون آمده اما رسما خبری ازش نیست، این قانون جنبه اجرایی نداره. محمد تاجیک نوشته امروزه هر یک از نمایندگان مجلس که آشنایی بیشتر و بهتری در وزارت کشور داشته باشند، یعنی با نفوذتر باشن و چند همشهری باحال در قسمت‌های اداری وزارت کشور و خصوصا در طبقه 13 اداره کل تقسیمات کشوری ساختمان وزارت کشور در خیابان فاطمی تهران داشته باشن، میتونن در حوزه انتخاباتی خود پوز بدن که من با تلاش شبانه‌روزی خودم علامت تعجب گذاشته توانستم موافقت دولت رو برای ارتقای فلان روستا به شهر و فلان دهستان به بخش و فلان بخش به شهرستان و حتی فلان شهرستان به استان رو کسب کنم. این نویسنده اشاره داشته به روابط و ارتقای ده‌ها به استان‌ها. ممنونم از تو، یا بیننده یه برنامه روی خط هستید. برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید. نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com خب رویا، اشاره کردیم به این مشکلاتی که اخیراً پیش اومده، بد نیست یه نگاهی هم بکنیم به طرحی که این معاونت تقسیمات کشوری وزارت کشور داره برای استان‌های آینده. البته الزاماً به معنی این نیست که اینها رو اجرا کنه، اما جالب بود نگاه می‌کردم به این لیست. یه لیستی هست از استان‌های پیشنهادی که دارن بررسی می‌کنن، شاید بشه، شاید نشه، شاید منتفی بشه. استان خراسان مرکزی به مرکزیت نیشابور، استان خرداد به مرکزیت ورامین، استان خلیج فارس، استانی که در واقع جزایر جنوبی ایران رو در بر بگیره، استان زاگرس به مرکزیت بروجرد، استان سربداران به مرکزیت سبزوار، استان فارس جنوبی به مرکزیت لار و همچنین استان کاشان به مرکزیت کاشان، استان کردستان شمالی به مرکزیت بوکان، استان کرمان جنوبی به مرکزیت جیرفت، استان گلشن به مرکزیت طبس و استان مازندران غربی به مرکزیت تنکابون یا شهسوار. رویا فکرشو بکن، این همه دارن بررسی میکنن و اگه هر کدوم از اینا باشه، خب محل خیلی مناقشه است دیگه. بعضیا میگن ما باید مرکز استان بشیم، بعضی استانهای دیگه، شهرهای دیگه میگن ما باید بشیم. و خب وظیفه قاعدتا تقسیمات کشوری اینه که بررسی کنه مسائل محلی رو، بررسی کنه نظر مردم رو داشته باشه، نظر کارشناسا رو داشته باشه تا در نهایت تصمیم گرفته باشه که استان جدیدی تاسیس بشه. در مورد همین مسئله که گفتی، این توی توییتر یکی از کاربرها یه عکس منتشر کرده که حتما الان هم مطلبش رو می‌خونم، من عکسش رو نشون میدم. اما خب به هر حال تعداد این استان‌ها بالاست و اینکه چه اتفاقی می‌خواد اون موقع در نقشه ایران چه اتفاقی می‌خواد بیفته از نگاه کاربران در توییتر نشون میدم که حتما ببینیم. محمد نام کاربری هستش که در توییتر به این مسئله پرداخته و هم عکسی رو منتشر کرده و هم مسئله رو نوشته از توجیهات حامیان الحاق بخش از هرمزگان به فارس، اتصال فارس به دریاست، مخالفان نقشه جدید و نقشه جدیدی پیشنهاد کردن که با هم ببینیم. این نقشه جدید ایرانه که مخالفان پیشنهاد کردن و اینکه همه شهرها باید یه جوری به آب دسترسی داشته باشن و گفته شکل شهرها این شکلی میشه. از این بعد اگه بخوایم شهرمون رو پیدا کنیم باید به این نقشه مراجعه کنیم. اینو محمد در من داشتم میگشتم ببینم از رشت وصل میشه به خلیج فارس یا نه. و اینکه این عکس بود که در توییتر داشت دست به دست میشد و البته توییتر ما هم اتفاقا فعال بود و اینکه خیلی هم کاربرا بهش دسترسی داشتن و مطالب زیادی نوشته بودن. بخوام براتون مطلب بخونم، فردی نوشته بود کل دولت اینجوریه، حالا که اونا اینجوری هستن ما هم باید بزنیم تو سر هم دیگه و سر یه تکه زمین ندادنش که به بیگانه، به دست خودمونه هموطن.
بسیار خوب. خب بحث رو ادامه بدیم. رضا بیننده دیگری است که از شیراز روی خط هست، چند نفر از هرمزگان داشتیم، دوباره برگردیم ببینیم اثر شیرازی ها چیه. رضای عزیز نظر شما رو بشنویم. سلام آرشان، من خدمت شما سلام عرض میکنم و خانم رویا. واقعیتش همونطوری که اول برنامه تونم گفتید، طرح جداسازی خود بوشهر هم از شیراز یه طرح اشتباه بود که این استان واقعا یه استان بسیار راهبردی در ایران بود که به اصطلاح اتصالش به دریا قطع شد و همین واقعا یه کار کارشناسی نبود. الان هم همین وضعیت شما حساب بکنید در شاخصهای توسعه استان ما واقعا با استان هرمزگان قابل به اصطلاح مقایسه نیست. من نمیخوام دوستان هرمزگانی تو به اصطلاح یه توهینی بشه، ولی شما شاخصهای توسعه‌ای رو در استان فارس ببینید، در هرمزگان اونا 1200 کیلومتر مرز دریایی از ساحل دریایی دارن. حالا یه 6 کیلومتر مثلا میخواد ساحل به دریا وصل بشه، چه قوقایی درست کردن. مثلا آقای آشوری، آقای جباری از نمایندگان استان هرمزگان تو مجلس چه لابی را انداختن اینا که یه جوی را همراه کردن. به نظر من اگه لابی و جفتازی نماینده ها منفن های جفتازی نبود، اصلا وضعیتی نبود. همونطور های قادری نماینده استان فارس واقعا ایشون جواب داد. ایشون اگر واقعا دغدغش دغدغه به اصطلاح توسعه از حمایت از مردم استانش هست، بره به داد مردم جاست برسه، بشایت برسه که واقعا چه وضعیتی دارن. باور کن همین چهار منطقه، چهار روستا، مردم اینا اگه بفهمن چه توسعه‌ای در اختیار به اصطلاح در آینده اینا هست، حداقل از این وضع به نظر من وضعشون بهتر خواهد شد. و اینها یه جفت‌سازی به نظر من اینا درست کردن و مردم هم هیچ به اصطلاح خیلی دقت نمی کنن در تبعات این طرح. حالا من سوالم از شما اینه که رضا، فرض کن الان بیاد مثلا چه میدونم اقلید رو از فارس بخوان جدا کنن بدن به استان بالاییتون، یا مثلا فرض کن کازرون رو بخوان جدا کنن، شما موافقی؟ ببین آرش جان، به نظر من خودم، شما حسابش رو بکن، مثلا از شما از میرآباد پاشی بری، مثلا از جنوب از لامد پاشی بری شیراز، واقعا من خودم اصالت میرآبادیه، من تا پا میشیم مثلا برای کار اداری شما برید به مثلا شیراز، واقعا مشکلات داریم. یعنی استان فارس هم همین الانش هم به نظر من باید یه جوری حتی چند استان بشه. یعنی وقتی تمرکز در مرکزه، واقعا کارهای اداری، برای کار اداری 4 ساعت 5 ساعت شما باید پاشید برید مرکز استان یه نامه رو امضا کنید. این واقعا مشکلاتی داره. به نظر من هرچی استانها کوچکتر بشن و جمع جورتر بشن، به نظر من رفاه و آسایش خیلی بهتر و بیشتر میشه. متشکرم از رضا از شیراز که آمد نظر خودش رو بیان کرد. آرش، داشتم تو اینستاگرام نگاه می‌کردم، یکی از راه‌های ارتباطی جدید کاربرا هست با ما تو اینستاگرام. خب عکس مختلفی می‌ذارن، هرمزگانی‌ها انگار کوتاه نیومدن، فیلم‌های کوتاه هم می‌شه البته تو اینستاگرام گذاشت. ما هم خب دسترسی نداشتیم به هرمزگان و اعتراضات، در نتیجه فقط از اینکه ما داریم کار می‌کنیم عکس گذاشتیم و خب کاربران زیادی بودن که ما لایک کردن. ما منتظریم که شما بیاین و ما رو اونجا پیگیری کنیم و عکسامون رو با هم به اشتراک بذاریم. نیما زیر این عکس ما نوشته چه کاریه که از یک جایی از کشور میکنن و به جای دیگه اضافه میکنن. ما منتظر شما در اینستاگرام هم هستیم. اما نظر رامین گفته اساس جمهوری مبتنی بر رأی مردمه، گفته از سیاست‌های خرد تا کلان، دنیا مدت زمان زیادی که دیگه قبیله اداره نمیشه و حق انتخاب کمترین پوانی هستش که یک شهروند باید داشته باشه. از نظر رامین بریم به دبی، آن سوی خلیج فارس، ببینیم که سعید بیننده که روی خط نظرش چیست. بله، من سلام میکنم خدمت شما. میخواستم درباره، نمیخواستم یعنی این اعتراضاتی که داره میشه مخالفش باشم، ولی نمیخوام اینو که بگم من مخالف این مردمی هستم که میان تو خیابون، ولی از این مردم باید یه سوال پرسید. آیا شما وقتی میایید که اعتراض میکنید که استان پارس، شهرستان پارسیان رو جدا کنند از استان هرمزگان، شما دنبال تجزیه طلبی هستید؟ یعنی تجزیه طلبی؟ نه خب برعکسش دیگه. نه، این بحث اصلا منتفیه. وقتی که ایران همش، همه جای ایران ایرانه دیگه، نمیشه گفت اینجا هرمزگان اونجا تهرانه. خب تهران فرق میکنه، هرمزگان فرق میکنه، همه جای همه ایرانه و فکر کنم این بحث منتفی باشه.
ولی هرچند که کارهای جمهوری اسلامی هیچ کدومشون به نفع مردم نبوده، ولی یه زمانی من خودم جاسکی هستم، دبی زندگی میکنم، یه زمانی قرار بود جاس جزء کرمان بشه. خب این شهرستان جاس اگه اون زمان تا حالا جزء کرمان بود، باور کنید حمل و نقلش راحت تر بود، یعنی جاده سازی میشد، کارهای خیلی زیادی میشد اگه دست استان کرمان بود. ولی دست استان هرمزگان، هرمزگان چیکار کرده برای جاس؟ نه تنها کاری نکرده، بلکه بعضی وقتا هم هست، البته دو سه سال بهتر شده. قبلا برق مثلا تو جاس میرفت، روز بعدش برق میومد، مردم بدون برق میخوابیدن. خب اینم از برکات استان هرمزگان بود دیگه. ولی اگر جز استان کرمان بود که اینجوری نبود. خب حالا یعنی ما نباید دنبال سعید نکته مهمی بله. رو گفتی، گفتی که اول گفتی که همه خب به هر حال جزء ایرانه. خب همین ایران که مال همه هست چطوره که به هرمزگان کمتر میرسه و مثلا را کرمان رو مثال زدی، گفتی اگر تو به کرمان میرسی اون بیکفایتی مسئولین هرمزگانه، اون بیکفایتی مسئولین هرمزگانه. اگه کفایت باشن که اینجوری نبود، هرمزگانی که با این همه نفت و این همه مواد غنی و این همه چی داره، باید مردمش برای صرف بنزین باید طول مثلا پترول بمباش بعضی وقتا بنزین ندارن، پام بنزیناش بس. این از استان، خب این از برکات مسئولین دیگه. پس ما باید وقتی اعتراض میکنیم به مسئولین اعتراض بکنیم که این نفت هرمزگان کجاست، نه که هرمزگان رو دارن بخش پارسیان رو دارن جدا میکنن هرمزگان. این اصلا اعتراض بی خودی به نظر این تجزیه طلبیه. این یعنی چی؟ من میرم اعتراض کنم که پارسیان رو جدا میکنن؟ چرا جدا که نمی کنن، ببرن برای دبی بچسبونن یا برای امارات. خب جز ایرانه که دیگه، اون شیراز که ایرانه. ما وقتی اعتراض میکنیم به نظر من کاش مردم هرمزگان اون حقی که ازشون گرفته شده برای اون اعتراض کنن. اون نفتی که تو اون هرمزگانه، آیا هرمزگانه بخش از اون نفت، یه بخش کوچیکی از اون نفت و سودشون میره تو جیبشون، تو جیب هرمزگانی ها؟ ما مسئول داریم تو ما مثلا مسئولینمون تو استان هرمزگان همه شهرستانی هستن. به این باید اعتراض کنیم، نه اعتراض کنیم یک شهری رو برمی‌دارن می‌ذارن به شیراز. خب این اصلا یک بحث مسخره‌ای به نظر من. البته نمی‌خوام توهین کنم به اینایی که میان اعتراض می‌کنن، ولی به نظر شخصی من این بحث منتفیه که ما بیایم اعتراض کنیم. مثلا من یه خونه‌ای دارم، یه تیکه از خونه‌مو می‌خوام بزنم به اسم داداشم. حالا یه داداش دیگه میام به اعتراض کنم، میگه چرا در خونه تو میذیر به داداشو؟ خب اون داداش منه، تو هم داداش منی، فرقی نمیکنه. ممنونم، همه جا ممنونم سعید عزیز، از دبی اومدی روی خط نظر دادی. یکی از اعتراضی هم و یکی از پلاکارت هایی هم که مردم داشتن و بهش اشاره کردن این که خب به هر حال مسئولین اون شهرستان انگار موقع نیستن یا برای اونجا نیستن، یکی از اعتراضاشون بود. پزرام توییت کرده که اصلا چرا تقسیمات کشوری برای بعضی اینقدر مهمه؟ چرا سر این که یک بخش کوچیک از هرمزگان به فارس حساب بشه دعوا میشه؟ و این دعوا همونطور آنیم هم توییت کرده که اینکه بخوایم به دلیل آمدن نام فارس در خلیج بخش از ساحل خلیج فارس رو به استان فارس واگذار کنیم منطقه نیست. قرار توییت دیگه هم بود. از آقای قیاملو و دیگر بینندگان که روی خط هستن و فرصت نشد بگیریمشون عذرخواهی میکنم. رویا چه خبر تو فضای مجازی؟ داغ داغ. من اول بگم که مجید توکلی آزاد که نه، به مرخصی اومد بعد از 4 سال که مرخصی نداشت، با وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی اومد. خب این جشن یه سری از دانشجوها رو به همراه داشت و کلی فضای مجازی هم در موردش شادی کردن. به حال این بعد از 4 سال مرخصی یکی از فعالین دانشجویی خبرساز شده بود. همینطور محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری چند روز پیش در مورد قلیون صحبت کرده بود و ممنوعیت قلیون که گفته بود که کار غیر قابل توجیه برای خانم ها که میتونن قلیون بکشن، چون چند وقت هم داشتن که خانم ها میتونن قلیون بکشن یا نه. بحث فیلماش هم که داریم میبینیم آرش، بازم آقایون دارن قلیون میکشن. اما خب به هر حال سر اینکه میتونن خانم ها در ملای عام قلیون بکشن یا نه بحث حدیث زیاد بود. و یکی از مباحثی که مهم هستش و ما فردا باید بهش بپردازیم همینطور تخلفات دولت هستش که تو این چند روزه یه سری دیگه آمار در اومده از تخلفاتی که دولت قبل انجام داده و حالا می‌خوایم از مردم بپرسیم چرا بهش رسیدگی نمیشه، کی باید بهش رسیدگی کنه و اصلا دنیا دست کیه. ممنونم ازت رویا. خب بینندگان عزیز، بحثمون بحث اعتراضات در هرمزگان بود. از اینکه با من و همکارانم چه رویای عزیز و چه سایر بینندگان همکاران همراه بودید شما تشکر می‌کنم. تو فرصت بعد که خدمتتون باشیم از شما خداحافظی. شب خوش، خدا نگهدار. حسنا شما.